ولی خب تا کنون از حق و حقوق خودش دفاع کردن و ذره هم کوتاه نیومدن و در جایی که نسبت به دادگاه تجدید نظر یا تایید نظر باید گفت حتی تقاضای تجدید نظر هم نکردن، چون که نتیجه پیشاپیش مشخصه، همونی که بازجوی ضد بشری یا همون شکنجهگر تعیین میکنه که افراد چه حکمی بگیرن و چه و اون حکم دوباره در دادگاه‌های بالاتر مورد تعیین قرار بگیره. بله کاملا. همین شرایط رو برای یکی دیگر از زندانیان سیاسی یا بازاری زندانی، محمد بنازاده امیرخیلی، که 18 ماه در بند مخوف 209 زندانی است، ایشون ماها در سلولهای انفرادی بودن و تحت شکنجه و علی‌رغم این که در شعبه 15 توسط صلواتی که معروف به قاضی مرگ هست به 5 سال زندان محکوم شده، ولی هنوز بازجویی که با نام مستعار، که سربازجویان وزارت اطلاعات به نام علوی با نام مستعار علوی ممانعت میکنه که ایشون رو به بند عمومی منتقل کنن. بله. و موارد متعدد دیگه که چه در بند خود 209 و یا جاهای دیگه که علیه زندانیان سیاسی به کار برده میشه. همچنین اخیراً یکی از شیوه‌هایی که در زندان گوهردشت کرج علیه زندانیان عادی به کار میبرند ملاقات هاست، ملاقات هایی که تحت نام حضوری ولی شیوه جدیدی به کار بردن. در همون سالونی که سالون ملاقات هست دیواری رو ایجاد کردن که بین 80 سانتیمتر تا 1.10 قرار دادن، خانواده یک طرف به مسافت 2 متر از دیوار و اون برای دیوار هم زندانی به مسافت 2 متر از دیوار که جمعاً میشه 4 متر قرار میگیرن و بین اینها هم پاسدار بندها قرار دارن که حتی صحبت های خصوصی یا خانوادگی اونا رو کنترل کنن. روز فلواقع شنبه وقتی که زندانیان بند 1 به مارچه شرایطی مواجه شدن، خانواده ها اعتراض کردند و بدون توجه به این مسئله از اون دیوار عبور کردند و خب به هر حال فرزندانشون یا عزیزانشون در آغوش گرفتن و این مسئله منجر به یورش پاسدار بندها، ضرب و شتم، اهانت و مورد اذیت و آزار قرار دادن اونها شد که نهایتاً منجر به قطع ملاقات و برگردوندن زندانیان به سلولهای خودشون هست. بندها در زندان گوهردشت کرج ایجاد کردن. فردی که این شرایط یا این شیوه تحت نام ملاقات حضوری رو مشخص کرده رئیسیه که اخیراً منصوب شده در زندان گوهردشت، فردی به نام علی مردانی، و این گونه با این شیوه های سرکوبگرانه سعی داره محدودیت ها رو تا اونجایی که میتونند رو تشدید کنن. از طرف دیگه وضعیت قضایی زندانیان، چه زندانیان سیاسی و عادی، از زمان منصوب شدن این فرد به لحاظ کمی و کیفی کاهش شدیدی یافته و میدونید که فروشگاه هایی در خود بند ها ایجاد کردن که این فروشگاه ها موادی رو که میارن، البته معدود موادی اونجایی هست و این معدود مواد به چندین برابر قیمت در بیرون از زندان به زندانیان فروخته میشه. بله. و اکثرا هم گفته میشه که تاریخ مصرف اون گذشته و زندانیان میدونید که اکثر این زندانیان قادر به تهیه این مواد نیستن و ناچار هستن با اون غذایی که زندان یا جیره غذایی که زندان میده به سر کنن، ولی فی الواقع شده
قوت لایموت، یعنی حداقل مقداریه که زندانی میتونه مصرف کنه و با داشتن کیفیت وحشتناک. به لحاظ مسئله درمانی که بارها به این اشاره شده، زندانیان از درمان محروم هستند و یا محدودیت زیاد نسبت به این مسئله قرار دارن. لازمه که اینجا من باز برگردم به زندانیان سیاسی. زندانیان سیاسی حتی از فروشگاه داشتن فروشگاه زندان محروم هستند، یعنی اون هم محدودیت شدیدی رو برای زندانیان سیاسی در این رابطه هم ایجاد کردن. فکر کردیم که درمان زندانیان سیاسی هم که نمونه وارد اون به خاطر عدم درمان زندانیان سیاسی هست، زندانی سیاسی زنده یاد محسن دکمچی رو به طرز فجیع زشکش کردن. ما میدونیم که در حال حاضر در همین بند آقای استانلو که پیش از این صحبت کردیم و خودشون یادآوری کردن چه ناراحتی این رو دارن، و یا ماشالله حائری، شیر محمد رضایی، سعید ماسوری و زندانیان دیگری، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، با شرایط سخت جسمی یا وضعیت سخت جسمی به سر میبرن، ولی این رو شیوهی رو به عنوان شیوهی که زندانیان رو تحت فشارهای بیشتر خودشون قرار بدن و روز به روز این موارد رو در زندان، چه در زندان اوین، چه در زندان گوهردشت و سایر زندان ها تشدید می کنن. بله. همه این موارد، هدف از این به کار بردن این اعمال سرکوبگرانه و ضد بشری، مسکوت کردن، تسلیم کردن زندانی و اینکه زندانی از حداقل حقوق انسانی خودش، تأکید دارم حداقل حقوق انسانی خودش، بله، محروم کنند. بله. نه تنها ببینید اونجا رو به صورت زندان در زندان کرده، ولی زندانیان فراتر از اون چیزی که اینها فکر میکنن با دادن بیانیه هاشون، با دادن وضعیت و شرایطشون، مقاومتی صد برابر در مقابل این مهیبترین و ضد بشریترین اعمالی که علیشون به کار برده میشه به کار میبرن. من اینجا لازم به یادآوری است که آقای زندانی سیاسی ارشنگ داودی از هفته گذشته بدون دلیل و بدون هیچ موردیشون رو از بند کاملا ایزوله شده، سالون کاملا ایزوله شده 12 به بند 1 که همون معروف به سگدونی منتقل کردن. و خب از اون روز تا به حال از وضعیت و شرایط این معلم و شاعر زندانی هیچ خبری در دست نیست. میدونید ایشون نزدیک به از بهمن ماه تا به حال هیچ گونه تماس تلفنی یا ملاقاتی با خانواده‌اش، چه کابینی و حضوری، نداشته و خانواده‌اش در بیخبری مطلق از وضعیت و شرایطشون به سر میبرن. علارغم سنشون، علارغمی که سالیان در زندان‌های این رژیم به سر برده، زندان‌های مختلف بندرعباس، اقین و گوهردشت، شکنجه‌های طاقت فرسا، مصادره کردن منزلشون و آواره کردن خانوادهشون، باز هم دست از سر اون برده میدارن و هر روز به دلایل و بهانه های بیهوده اون رو به سلول های انفرادی منتقل میکنن و قطعا شرایط سلول های انفرادی همون شکنجگاه ها، شکنجگاهی که اونجا هست، صد برابر بدتره. به دلیلی که ما بارها سر اونجا صحبت کردیم، شکنجه هایی که منجر به شکستن دست و پا، بینی، سر و دندون های زندانیان عادی شده و از زندانیان سیاسی. بله. خب و محدودیت های مختلفی که وجود داره. البته که این موارد در عزم و اراده این زندانیان سیاسی کوچکتری خللی رو ایجاد نکرده و بر عزم جزمشون برای رسیدن به آزادی هر رنج و مهنتی چه خودشون و خانواده هاشون تحمل کردن. دقیقاً. بجا داره که اینها
همانند شمعی که آقای استاندو به خوبی اشاره کردن، تک تک اونها می سوزند که تاریکی و ظلمت رژیم ولی فقیه رو از بین ببرند و رهایی و آزادی مردم ایران رو بشارت بدن. پس نباید اینها رو تنها گذاشت، با تمام توش و تمام توان و با تمام وجود در کنار اونها باید بود و از اونها دفاع کرد، چه در خیابانها با اعتراضات و چه در کشورهای دیگه. نباید گذاشت که فرزندان این زنان و مردان دلیر این کشور که سپر بلاها شدن، که بقیه بتونن حداقل امکانات را به دست بیارن، تنها گذاشت خودشون و خانواده هاشون که میبینیم چقدر بزرگوارانه و متینانه از اون دردها و مصیبتها و رنجهایی که برشون تحمل میکنن سکوت کردن، و سکوتشون هم این که ما با این اعمال پدید شکست ناپذیریم و تا به حال هم ثابت کردن، و واقعا باید به تک تک اونها درود فرستاد و درود مردم ایران بر اونها باد. درودشان باد. این بود بخشی از مقاومت ها، ایستادگی ها و از طرفی رضالت ها و جنایت هایی که رژیم ولی فقیه سعی داره و تلاش بکنه که از این طریق مردم ایران رو در اسارت و بند خودش حفظ کنه. من سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید تا بخشی از دلاوری ها و قهرمانی های این عزیزان در بند رو به سمع شنوندگانتون برسونید. البته که با درد و رنج ها و مهنت های فراوانی هم همراه بوده. بله. سپاسگزارم جناب نقاشکار، خسته نباشید و باز هم با آرزوی روزی هرچه زودتر که وطنمون از دست این جماعت دیو و دد و مردم کشورمون از یوغ این لشوش جنایتکار و از این جماعت ضد ایرانی رها بشه، و البته با کوشش و تلاش همگانی و همونطور هم که به درستی اشاره شد با حمایت از این عزیزانی که برای استقلال و آزادی وطن می جنگند، در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی موفقیت و سرفرازی میکنم و همه اونها را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون تا گفتگویی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرها و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر در ایران، خبرهای اعدام در رسانه‌ها و سایت‌های حکومتی، اتهامات و دروغ‌های رژیم درباره این مجرمین، این جنایات و این قربانیان رژیم، آن هم با توجه به اعدام در ملأ عام، رژیمی که تنها راه دوام حکومتش را در جنایت و سرکوب و خونریزی می داند. در روز کارگر، یکی از معدود کشورهایی که برگزاری این روز را ممنوع کرده همین رژیم جهل و جنون و خون و دروغ حاکم بر ایران است. شرکت نمایندگان رژیم در سازمان‌های جهانی کار و از طرف دیگر در روز کارگر و روزهای قبل از آن با تهدیدها و دستگیری‌ها در پی ممنوعیت و عدم برگزاری آن است. دستگیری یکی از فعالین کارگری در شهر سنندج با توجه به وضعیت جسمی بسیار وخیم، احضارهای کارگران، اسامی برخی از آنان، بزرگداشت روز کارگر در شهر سنندج با وجود تمام تهدیدها و بازداشتها، رنجنامه منصور اوسانلو از زندان، بخشهایی از آن، وضعیت هر روز سختتر و غیر قابل تحملتر زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای نسرین ستوده و مشکلات جسمی،
انتقال او به بند متادون و محرومیت از تماس با خانواده، محدودیت‌های زندانیان سیاسی زن، وضعیت محمد بنازاده امیرخیزی، وضعیت ننگین و شرم‌آور ملاقات‌های زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی با خانواده‌هایشان، وضعیت مواد غذایی در فروشگاه‌ها و زندان‌ها و ممنوعیت خرید و نبود فروشگاه برای زندانیان سیاسی، محرومیت زندانیان از درمان و به ویژه زندانیان سیاسی توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوش را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.